نگران نباشید جانم، نگران نباشید. آی دکتر من دارم از بین میرم، اول شما بزرمی نگران نباشم. شما دوچار هیچ آرزه ای نشدید به غیر از خودخوری و ضعف اعصاب؟ ضعف اعصاب؟ حالی جانم آی دکتر، ضعف اعصاب چه ربطی به معده درد و سینه درد داره؟ به اثباتم نیست جانم. شما باید آدم تندخو و عصبانی مزاجی باشید. اتفاقا هم اینطوره. بله یعنی تقریبا، البته دست خودم نیست. و باید بدونید که دشمن اصلی شما همین عصبانیت و خودخوری جانم. حالا دکتر جان دارو چی تجویز میکنید؟ من باید چی بخورم تا خوب بشم؟ هیچی. یعنی ملز من دارویی نداره آقای دکتر؟ چرا؟ داروی بیماری شما فقط خنده جانم. خنده. بله خنده. یعنی من باید روزی سه بار بخندم؟ تو بزرگ سرگیر و سلوحه تمام کارهاتون قرار بدید. خودش بشه دیوان. خوب سردی؟ بله جانم، بله. در هر موردی که باعث عصبانیت شما میشه باید فوری به خودتون ترقین کنید که شما باید خونسرد باشید. شما باید خوشحال باشید. من باید خوشحال باشم. بله شما باید خوشحال باشید. من باید خوشحال باشم. بله جانم، شما آدم خونسردی هستی. من آدم خونسردی هستم. بله من آدم خونسردی هستم. بخندید. شما آدم خونسردی هستی. من جانم آدم خونسردی هستم. من دیگه دیر رفته، به من آدم خونسردی هستم. من دیگه هیچ از حالی نیستم. از هیچ زورش گفت. بله یعنی قبل از غذا یا بعد از غذا دکتر جون؟ نشانم منظور بنده از خنده بی تفاوتی و بی خیالی در مورد بعضی از مسائلیه که باعث عصبانیت شما میشه. متوجه شدم. مثل عصبانیت از دست بچه ها، عصبانیت در خانه، عصبانیت در اداره و کوچه و خیابان. شما باید لااقل یک ماه تمام به این دستوری که میدم توجه داشته باشه. چه دستوری دکتر جان؟ من حاضرم هر دستوری که شما بدین انجام بدم تا دردم خوب بشه. شما باید خونسردی رو سلوحه تمام کارهاتون قرار بدید. خودش بشه دیوان. خونسردی؟ بله جانم، بله. در هر موردی که باعث عصبانیت شما میشه باید فوری به خودتون ترقین کنید که شما باید